سوال دوم اینه که حدود 2 ساله با آقای آشنا شدم، 3 سال اختلاف سنی داریم. من از ایشون بزرگترم. این آقا ارتشیه، در یه شهر دیگه از طریق یه دوست مشترک با هم آشنا شدیم. خب بازم سنشون رو نگفتن، چون بالای 30 سال، پایین 30 سال خیلی مهمه. بالای 30 سال معمولا به یه پختگی عاطفی و اجتماعی رسیدن افراد، ولی پایین 30 سال یه مقدار باید با احتیاط برید جلو. گفته که خب 3 سال اختلاف سنی داریم، من از ایشون بزرگترم، یعنی اون خانم از آقا بزرگتره 3 سال. بعد مدتی که از دوستیمون گذشت، این آقا گفتن که ما به درد هم نمیخوریم جلال خالق. چرا؟ همینجوری؟ شب خوابیده، صبح بلند شده، گفته که به درد هم نمیخوریم، رابطه رو تموم کنی. بعد چند ماه ایشون دوباره خودشون برگشتن سمتم. البته این جدایی بیش از چند بار بین ما تکرار شده. آقا داره بازیت میده. چند بار بین ما تکرار شده و هر دفعه به یه بهونه به هم زنگ میزنن یا پیام میدن، میگن که فقط تو آرومم میکنی. آخه الهی ببین چقدر مثلا نقش زیبایی رو داره بازی میکنه. اینشون داره نقش قربانی رو بازی میکنه، ویکتیم، نقش شهید و قربانی و مظلوم رو بازی میکنه. بازی مظلوم رو داره باهات انجام میده. طی این 2 سال عکس رد و بدل کردیم. خب امیدوارم که عکس جنسی رد و بدل نکرده باشی، چون یه عکس جنسی میتونه کل رابطت رو ببره رو هوا، یعنی کاملا دیدش ممکنه نسبت به تو عوض بشه. و گاهی هم حرفای سکسی زدیم. خب حالا میگن که مرز بین عشق و هوس رو گم کردن. اومده کلی حال کرده، حالا مرزش هم گم کرده. یا اینکه میگن ما به هم وابسته شدیم. آقا این نمیخواد بمونه تو این رابطه، اینا همش بهانه است. خب آخه میگن که 3-4 نفر مونده بودن تو کره مریخ، یه سفینه فرستادن اینا رو بیارن. شنیدید؟ بعد به امریکایی گفتن که مجسمه آزادی کجاست؟ گفت نیویورک. خب شما بی سوار شد. از فرانسوی پرسید که برج ایفل کجاست؟ گفت پاریس. گفت شما بی سوار شد. رسید نوبت مثلا حالا اسپانیا، از اون پرسید مثلا منار جنبان کجاست؟ گفت اسپانیا. رسید به یه بنده خدایی همشهری ما بود، بهش گفتش که شما بگو که در چه سالی بمب اتم خورده در هیروشیما و ناکازاکی، چند نفر مردن، چند نفر مجروح شدن، چند نفر هنوز از اون جنگ باقی موندن، چند سالشون بوده، چند تاشون مرد بودن، چند تاشون زن بودن، شما رو شناسنامه هاشون هم بگو، ردیف شناسنامه هاشون هم بگو. در اول آقا جا نداری بگو، جا نداری میسه رای سوالای سخصفه بگوزی. آقا این میخواد بره، خب برو دیگه، همش دنبال بهانه است. مرز بین عشق و هوس رو گم کردم، ما به هم وابسته شدیم و ما به درد هم نمیخوریم. یعنی تو 4 تا خط 3 تا بهونه آورده. حالا میخوای بری خودم کفشاتو واکس بزنم، برو دیگه، خودم برات اسنپ میگیرم، تپسی میگیرم، خوش اومدی دری هست اسمش اونجا هریه به سلامت. چی این همه داستان داره سر هم میکنه؟ گفته که این خانم گفتن که من فایلای فرق بین دلبستگی و وابستگی شما رو گوش کردم، هیچ کدوم از رفتارها و حرفای ما نسبت به هم وابستگی نیست. باریکلا. خب این تشخیص دادید. ما حتی 5 ماه از هم دور بودیم و دوباره خودشون به هم زنگ زدن. از یه طرف هم مادرشون متوجه رابطه ما شده، گفته شما به درد هم نمیخورید. بابا این همین جوری ای داره دلیل میاره که ما به درد هم نمیخوریم. خودش میگه به درد هم نمیخوریم، مادرش میگه به درد هم نمیخوریم، خودش هم که عشق و هوس رو گم کرده. بعد دیگه میگه به هم وابسته ایم. و اینکه این آقا میگن من یه مشکل خانوادگی دارم. یکی دیگه. یعنی همین جوری داره شما رو له میکنه دیگه عزیز من. دیگه چجوری بگه برو؟ مشکل خانوادگی دارم که فعلا نمیتونم به ازدواج فکر کنم. خب
خب اگه نمیتونی به ازدواج فکر کنی چه وارد رابطه میشه حرفای سکسی هم میزنی و خانواده هامونم با هم فرض دارن. خب دیگه تکمیل شد دیگه، خودش چیزی از مشکلش نمیگه ولی همون دوست مشترک به من گفتن که پدر مادر جدا از هم زندگی میکنن. آها، البته طلاق نگرفتن، خرج خونه و خواهر و مادر و همه افتاده گردن این آقا. خب دیگه ببین، این همش مشخصه که بهانه است و ایشون داره بهانه میاره، از مسئولیت میترسه ایشون، حقم داره. خب بالاخره تو این شرایط اقتصادی چیکار کنه بنده خدا؟ خواهر هست، مادر هست، خودش هست، حالا مشکلات دیگه داره یا نداره مثل کرای خونه نمیدونیم، ولی به نظر میاد که ایشون تمام حرفایی که داره میزنه بهانه جوییه. البته سنشو باز هم نگفتن به من، ولی معمولا بالای 30 سال اگر این از این حرفا بزنه احتمالا پخته تر داره حرف میزنه و واقع بینانه تر داره حرف میزنه. اما وقتی میترسه اون ترسه دیگه فرق نمی کنه. ما دیدیم مثلا آقا 50 سالشه، خونه هم داره، ماشین هم داره، امکانات هم داره، شغل خوب هم داره، اون خانم هم مثلا 10 ساله تو این رابطه هست، هیچی هم براش کم نذاشته، بازم ازدواج نمی کنن. اینا فوبیای ازدواج دارن، میترسن از ازدواج، وحشت میکنن، فکر کنن ازدواج کنن میمیرن و زیر بار مسئولیت له میشن. خب الان چی کار کنه این خانم؟ ببینید، اولا این رفت و برگشت ها که خب میره و هی بر میگرده، گفته خودش رفته برگشته دیاره، آره میگه هر دفعه به یه بهونه به هم زنگ میزنه. بیش از چند بار، بیش از چند بار یعنی چی؟ چند بار بین ما تکرار شده این جدایی ها. ببینید، وقتی یه پسری، یه دختری میره از رابطه، میگه بای بای، من رفتم، خداحافظ. آها رفتی؟ به سلامت. اما وقتی که خواستی برگردی باید برای من چند تا چیز رو روشن کنی، بعد اجازه داری برگردی. نباید اجازه بدی به همین راحتی برگرده. مگه تهران شاه عبدالعظیم هر موقع دلت خواست برگردی بری، هر موقع دلت خواست بیای؟ مگه پفک نمکی و چیپس اینو نمیخوام اونو میخوام؟ یعنی چی؟ با احساسات یه نفر داری بازی میکنی، با زندگی یه نفر داری بازی میکنی، با عمر و سرنوشت یه فرد داری بازی میکنه. شما نباید اجازه بدی این بره برگرده. رفتی؟ اوکی، به سلامت. اما الان که برگشتی چند تا کار رو باید انجام بدی. اگر اینا رو انجام دادی اجازه میدم برگردی، اگر انجام ندادی not in a million years هرگز بهت اجازه نمیدم برگردی. 1-10 تا دلیل برای من بیار. 1-10 تا دلیل برای من بیار. تو چرا رفتی؟ این 1. برای من 10 تا دلیل می‌نویسی. نه مسائل شخصی بود، مسائل شخصی برو مسائل شخصی رو حل کن، هر موقع حل کردی بیا. من مسائل شخصی سرم نمیشه، من که بازیچه تو نیستم، که من ترسکه تو نیستم، که 10 تا دلیل میاری که چرا رفتی. پس ببینید، به این راحتی بخوای اجازه بدی برگرده بدبخت شدی. یا مغزشو برنامه ریزی میکنی، فکر میکنه هر موقع عشقش کشید میتونه بره، هر موقع هم عشقش کشید میتونه بیا. هیهات من نزله، هرگز تن به این ذلت نمیدم. من که معذرت میخوام اتوبوس نیستم، که هر موقع دلت اتوبوس عمومی نیستم، هر موقع دلت خواست بری، هر موقع دلت خواست بیای. نه، این حرفا نیست، ما اینا رو نداریم. 10 تا دلیل مینویسی. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. هر 10 تا رو مطالعه میکنی ببینی دلایلش موجه بوده یا موجه نبوده. این 1. 2. چرا برگشتی؟ برای چی برگشتی؟ تو که رفته بودی؟ الان برای چی برگشتی؟ اومدی حال منو خوب کنی؟ بی خود کردی اومدی حال منو خوب کنی؟ حال من خوب خوب بود، داشتم با زندگی جدیدم خو میگرفتم. اینا میان، این چجوری میاد؟ این الان حالا نگفته ولی تقریبا با این سبک میان. سلام، خوبی؟ نگرانت بودم، میخواستم حالتو بپرسم.
بعد اون میگه آره خوبم، میگه مطمئن باشم که خوبی، آره مطمئن، مطمئن جمع کن خالی بندی ها رو، پدر سوخته بازی شالاتان بازی ها رو، دروغ میگه عزیز من، من فقط حالم با تو خوب میشه، اگه حالت با من خوبه بعد برای چی میری؟ دروغ میگی، عین ایکس دروغ میگی. خب پس آقا جو به این آدم ها اجازه نده باهات بازی کنن، اینا باهات بازی روانی میکنن. پس یک، چرا رفتی؟ 10 تا دلیل بنویس. 2، چرا اومدی؟ 10 تا دلیل بنویس. 3، الان برنامه چیه؟ میخوای چی کار کنی؟ تا کی میخوای با من بمونی؟ من چه نقشی در زندگی تو دارم؟ زنتم؟ نامزدتم؟ دوست دخترتم؟ تاپ فرندتم؟ سوشال فرندتم؟ چی کاره تو هم من؟ به من بگو، من نوکرتم هستم، تو آخر اون کنیزیتم میکنم، اینجوری بهش میگی. خب پس اجازه نده باهات بازی روانی کنه، هر موقع عشقش کشید بره، هر موقع عشقش کشید بیا. تهران مشهد نیست که، جاده تهران مشهد نیست که هر موقع دلت خواست بری بیا اونجا، میری تازه باید یه عوارضی چیزی بدی. خب پس اینا رو ما خودمون بد تربیت میکنیم. ببینی اینا همش بی احترامی به شماست. مامانم میگه ما نمیدونم به هم، خودش برگشت کده ما به هم دیگه نمیاییم. یعنی چی به هم نمیاییم؟ اب نداره، رفتی اشکالی نداره، این عقیدت بینه، ولی برگشتی دیگه بی احترامیه. بی احترامی، اجازه ندید که طرف بهتون بی احترامی کنه، اینجوری داره بازیت میده. آدمی که میخواد بره یه دلیل بیشتر نداره، میخوام برم. وقتی 10 تا دلیل میاره یعنی بهانه، من نمیدونم مرز بین عشق و هوس چیه، گیر کردم. بیا این لینک آقای محمدی نیا، نشانه های دوست داشتن، برو گوش کن، ما به هم وابسته شدیم، این 4 تا فایل صوتی تصویری آقای محمدی نیا، برو گوش کن ببین ما به هم وابسته شدیم، هر موقع نتیجه گرفتی وابسته شدیم، برو به سلامت، خوش اومدی. یه دری هست اونجا اسمش هریه، هری، برو ببینیم بابا، من که اسیر و عبیر تو نیستم که، با عمر من داری بازی میکنی، با سرنوشت من داری بازی میکنی، با احساسات من داری بازی میکنی، با زندگی من داری بازی میکنی، بسه دیگه. دروغ تا کجا؟ شامورتی بازی و کلک و دروغ و فریب و نیرنگ و گول زدن تا کجا؟ داره فریب میده شما رو، داره گول میزنه، میره دوراشو میزنه، اقدس و اکرم و اشرف و نمیدونم صغرا و کبرا همه رو میبینه، میبینه نه اونا هیچ کدومشون یک تچسفک نیستن، بهشون بهشون به دل ایشون نمیشه، دوباره برمیگرده میاد. کسی که رفت دوراشو زد برگشت اومد گفت حالا میخوام، ببخشید یه توف بندازی تو صورتش، برو به سلامت، میری دوراتو میزنی، اشغالاتو میکنی، برمیگردی دوباره میری سراغ من؟ اصلا بهش مجال ندی، بزن با گیوتین کلش بپره. اصلا و ابدا اینا بازی روانی میکنن، خوشم مریض این آدم داره باید بازی روانی میکنه. خب یکی از مریضاش ترس از مسئولیته، یکی دیگه از مشکلاتش بی تعهدیه، تعهد نداره این آدم. خب شاد باشید، با همه مشکلات، با همه سختی ها، در فراز و نشیب های زندگی شاد، صبور، قدرتمند، توانا و با اعتماد به نفس باشید. عزت نفستون رو حفظ بکنید، هویت خودتون رو حفظ بکنید تا دیگران هم برای شما ارزش قائل بشن. شاد باشید، با خدا باشید، تا خدا هست از هیچ چیز و هیچ کس نهراسید. به سایت ما سر بزنید، www.drmuhammadinia.com و همینطور کانال At Beautiful Life 110 و کانال آپارات و یوتیوب ما هم هست، محسن محمدینیا میتونید سرچ کنید، سابسکرایب کنید و از صدها ویدیو و وویس به صورت رایگان بهره ببرید.
شاد و سرفراز باشید، پکیج آموزشی پذیرش رو حتما تهیه کنید. هر خانواده ایرانی یک پکیج پذیرش رو باید داشته باشه و آموزش کامل ببینه در مورد ارتباط تا اعتماد به نفس، عزت نفس، عشق و آرامش در خانواده های ما بیشتر رونق بگیره. شاد و سرفراز باشید، به امید دیدارتون تا روز چهارشنبه. موافقید؟ چهارشنبه میبینمتون در برنامه پرسش و پاسخ.